گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخواییم، ما آب و زمینمون رو میخواییم. اجتماعات و راه پیمایی آزاد است. مقررات مربوط به نظم راه پیمایی به اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین می شود. محافل بهاییگر و مسئولین اصل آزاد همه جا می کنند ترتیب بدن. طبعا افراد هم می کنند رفت آمد کنند. در این موارد ممکن است پیش بیاد دولت مجبور بشه از یه نوع راهپیمایی یا اجتماع جلو بگیره. بنابراین اینجا باید یک کلمه ای باشه که دست دولت رو نبنده. دولت به عنوان اینکه امنیت رو کم شده زیاد شده هست قضیه رو جلو بگیره. بعدا هر اجتماعی رو میدیم امنیتش این یا قابل حفظ نیست یا برای حفظ امنیت مانع از انجامش میشه. در اسلام مقیدش حلال مطلق حرامه. اجتماعات و راه پیمایی یک وسیله است برای اظهار نظر. نام کردی اگر بزنی هدایت بفرمایید. این درست برخلاف اون چیزی بوده که مورد نظر بود. یعنی ما میخواییم بگیم تو مسجد که میخوان اجتماع تشکیل بدن دیگه نیازی به اعلام قبلی نداشته باشه. در حال ما اجتماع و راه پیمایی رو اگر در خیابونها و معابر عمومی و میدانها باشه باید مقررات داشته باشه و اعلام و از این حرفا. منهای این میخواییم بگیم آزاد باشه، برخلاف جمهوری اسلامی نباشه. جلوی راه پیمایی و اجتماعات با این مسائل گرفته نشه، چون اینا خاصیتشن برای کشور اینه که در خوشون رو میگن، ناراحتی رو میگن. شاید بسیاری از مشکلات رو ما بتونیم با همین که اونها اجتماع میکنن در راه پیمایی در کنجان. چه ما اطلاعات میتردیم توطئه‌گران دارن در اطراف کردستان دهاتی ها رو جمع میکنن برای این که بیان تجزیه مملکت رو بخواه. دولت آزاد اونا رو میگذاره؟ باید بگذاره. اصلی که قبلا با 50 رأی تصویب شده که احزاب، جمعیت ها، انجمن های دینی، سیاسی و سنفی وقتی آزادن که به سور استقلال، آزادی، حاکمیت، وحدت ملی، اساس جمهوری اسلام، موازین اسلام آسیب نرسانند نیستی. بله، یعنی اون قیود کافیست دیگه. اینجا فقط ناظر به اصل راه پیمایی و چه زده شد؟ این مسالمت آمیز اونقدر کشداره و محرم از آن شد اون مسالمت آمیز سنگ قراری کردن. بند از کردم ما گفتیم این کشداره و قابل کنترل نیست. دست دولت ها را در جلوگیری از این راه اظهار نظر مردم باز نگذارید. ما هر اصلی رو در اینجا میگیم یک مستثنیاتی میکنیم میاریم دنبال اون که خود اصل در این مستثنیات غرق میشه، در حالی که این اصل، این اصول در قانون اساسی مثل نبض مریض میمونه. نبض جامعه رو، نبض ایران رو بخوام بگیرن میبینن که این اصول چجور مطرح شده. We'll be right back.
که همین امروز امام فرستاد برای مدارس دانشگاه ها فرمودن که ما دینی از افکار دیگه نداریم، بیان صراحتن افکارشون اظهار کنن جواب بشنون. پس اگر اینا جمع شدن مثلا فردا تو دانشگاه گفتن که این مثلا فرض بفرمایید این مالکیتی که در اسلام هست این به نظر ما صحیح نیست. خب خب پس بذارید توضیح آقا از اوقات از این اصلا که تصویر میشه میخواییم چشمشو به اصطلاح خوب بکنیم خورش بکنیم. میگم احتمال اینم بدید یک روزی خدای نکرده یک کودتایی بشود یک کسی بیا سوء استفاده کنه از این مواد. ما نمیخوایم اختناق ایجاد کنیم، ما میخوایم توطئه علیه مبانی اسلامی نشه. برای اینکه این اشتباهات سیاسی گاهی برخورد با مبانی مذهبی داره و مذهب اجازه نمیده، این را با کلمه توطئه گذاشتن ضد مذهب گذاشتن بقیده من درست نمیشه. پیداست آیو این اطلاق رو کافی نمیدونم، میخوان محکم کاری کنیم. ما به جای اینکه از اقدام دفاع کنیم بنده پیشنهادم این است بیاتون یه قیدش فکر کنیم. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط اون که مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاده هم. اساسی ترین اصلی که شما انقلاب در اثر روبه وجود اومده آقای رشید، این کلمه گزارش در نهی برای برداشته میشه مسئولیم شما. ما در نتیجه یه هزارات اومدیم اونجا، شما هم اینجوری هزارات اینجوری نخواست. خب هم سلاح اعلام قبلی همون مسالمه کنیم. و ما باید اولین اصل بدون قید شرط را که همین راهپیمایی و تظاهرات باشه اجازه بدیم اطلاق کنیم و تصویب کنیم. میم صد قید و ما وقتی گفتیم مخالف با مباری اسلام نباشد خودش همه چی را داره. ادهی حاضر در جلسه هنگام اعلام اخذره 60 شماره آرا 60 موافق 51 مخالف 2 ممتنع 7 تصویب شد. الله اکبر الله اکبر.